میهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در جایی میهمان بودم با گروه دیگری از آدم هایی که پیشتر دیده بودم و کسانی که برای نخستین بار میدیدم. گفتگوهایی در گرفت پیرامون انتخابات ریاست جمهوری، آینده ایران. بسیاری از دوستان دیدگاه های من رو از من پرسش میکردن، میپرسیدن و میخواستن که درباره آینده انتخابات ایران، آینده ایران داوری هایی بکنم و داوری های خودم رو با اونها در میان بگذارم. رفته رفته گفتگو به زمینه های گسترده تری کشید، چون در این میهمانی گروهی از میهمانان آدم هایی با پیشینه کارهای فناوری نو بودند، کارهای کامپیوتری و چیزهایی از این دست. گفتگو به جنبه های دستاورد های جامعه بشری کشید و سرانجام یکی از میهمانان از من پرسید که به داوری من بزرگترین دستاورد جامعه بشری چه می باشد؟ و آیا ما ایرانیان هم از این دستاورد یا دستاوردها بهره‌ای گرفته ایم؟ برام شدم که برنامه امروز و هفته آینده رو به این موضوع اختصاص بدم، به این بپردازم که به داوری من بزرگترین دستاورد جامعه بشری چیست؟ البته جامعه بشری در درازای تاریخ دستاوردهای بسیار زیادی داشته و نمیتوان یکی رو بر دیگری برتر دانست. همه اینها بر روی یکدیگر و با هم بر روی یکدیگر استوار است و با هم پیوند دارند. اما به داوری من در میان همه دستاوردهای جامعه بشری یک چیز از همه برتر و والاتر است و شاید بتوان گفت تنها در پرتو این دستاورد است که دیگر دستاوردها میتواند عمومی بشود، در اختیار مردم قرار بگیرد و زمینه های رشد و توسعه و پیشرفت جامعه رو فراهم بکنه. در سده 19 جنبشی در اروپا آغاز شد برای عدالت اجتماعی، جنبش سوسیالیستی بر پایه افکار و اندیشه های مارکس و انگلس، و سرانجام گروهی از این سوسیالیست های رادیکال که به بلشویک شناخته شده بودند توانستند در 2 آغاز سده 20 جنب و جوشی در روسیه فراهم کنند، به وجود بیاورند و سرانجام انقلاب اکتبر رو تدارک دیدند. و حالا این انقلاب بود، کودتا بود، کار به این حرفا ندارم، ولی به هر حال دولت اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد و برای دوران طولانی، شاید نزدیک به 70 بر تبل تبلیغات میکوبیدند که این نظام سوسیالیستی بزرگترین دستاورد جامعه بشری است. و خود من هم در واقع هنگامی که خیلی خردسال بودم و شوروی ها در این رقابت فضایی از آمریکا پیشی گرفتند و گاگارین نخستین فضانورد جهان شد، با خودم میاندیشیدم که بله، این شوروی خیلی کشور پیشرفته ای شده و خیلی ها هم در اون دوران شاید بر این باور بودند که این مدل و نظام و ساختاری که در اتحاد جماهیر شوروی ساختن و تبلیغات میکردند که در اونجا همه انسان ها برابر با هم هستن، شاید یکی از بزرگترین دستاوردهای جامعه بشری باشه. تا سرانجام در دهه 80 این اتحاد جماهیر شوروی رفته رفته فرو پاشید و در دهه 90 قرن گذشته اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های سوسیالیستی به پایان رسیدند اساسا. و امروز هم یک نوع سوسیالیسم به شکل بسیار بسیار واپسماندهش در کشوری مانند کره شمالی پا بر جا، سوسیالیسم دولتی آسیایی و صورت دیگری که با سرمایه‌داری خودش رو همراه کرده در چین.
این است که روشن است که من این رویداد رو یا این پیدایش دولت سوسیالیستی به اصطلاح کارگری روسیه و شوروی و چیزهای از این دست رو اصلا در شمار چنین نوع دستاوردهایی نمیدانم. یکی دو نفر هم در اون مهمانی بودند، به من خورده گرفتن که چرا با این به این گونه تند و تیز به این موضوع نگاه میکنم و این دستاورد رو به گفته برخی از اونها، یکی دو نفر بیشتر نبودند، این رو کمبهاش میدم. این است که میخواهم با شما درباره چیزی که به داوری من بزرگترین دستاورد جامعه بشری سخن بگویم و بگویم که چرا مدل هایی مانند ولایت فقیه، دولت اسلامی، اتحاد جماهیر شوروی، دولت چین و خیلی چیزهایی از این دست که به مردم وعده میدهند که ما چنین و چنان خواهیم کرد، نه تنها دستاوردی برای جامعه بشری نیستند بلکه زیانبار هم هستند. دست کم میدانیم که در ایران این مدل فرمانروایی اسلامی، دینی، حکومت ولایت فقیه چه زیانهایی به جامعه ایران رسانده و چه گرفتاری های بزرگی برای کشور ما ایجاد کرده. در اینجا به این موضوع و سیاست روز نمیخواهم بپردازم، ولی برای اینکه بتوانم این داوری خودم رو برای شما بیشتر روشن کنم، به همان گونه که در این میهمانی هم با دوستان در میان نهادم، از نام همین برنامه که با شما در آن گفتگو میکنم آغاز میکنم. یک کلمه، این نام رو من از کتاب یک رادمرد تبریزی گرفتم، مستشار دوله تبریزی. او در تبریز به دنیا آمد و نخستین شغلی که برگزید پس از اینکه زبانهای عربی و فارسی و انگلیسی و فرانسوی رو خواند، شغل منشیگری در کنسولگری بریتانیا و انگلیس در تبریز بود. و در همین دوران بود که با اندیشه های لیبرالیزم انگلیسی آشنا شد. خب سرکار داشت، زبان انگلیسی رو میدانست، با انگلیسی ها سرکار داشت و این از که شیفته این نوع اندیشه ها شد. و سپس در دورانی که از این کار کناره گرفت و به استخدام وزارت امور خارجه در آمد و از طور دولت ایران چندین بار برای نمایندگی و کار به روسیه اون زمان سفر کرد، با افکار رادیکال انقلابیون روسیه و افراد پیشرو روسیه هم آشنا شد. اون زمان میدانید که در قفقاز کانون اندیشه های نو در روسیه بود و بسیاری از آدم هایی که اندیشه های اروپای غربی رو داشتند، نه اندیشه های روسیه رو، اندیشه های لیبرالی اروپا و یا سوسیالیستی اروپا را داشتن، در قفقاز فعالیت میکردند و در شهرهای دیگر البته روسیه اون زمان. مستشارالدوله با این اندیشه هم آشنا شد، سپس کاردار سفارت ایران در فرانسه شد و در اینجا بود که همراه با آشنایی با اندیشه های سیاسی فرانسه و فرهنگ فرانسه، به گفته خود او در پیش گفتار این کتاب یک کلمه، چندین با چهار بار سفر به انگلیس کرد. و اجازه بدهید که این عبارت خودش رو بخونم. میگوید که در مدت اقامت خود در پاریس 4 دفعه به عزم سیاحت به لندن رفتم و در این مدت میدیدم که در فرانسه و انگلیس انتظام لشکر و آزادی عامه صد آنقدر است که در مملکت سابق و ذکر، منظورش روسیه است که به اون اشاره کرده بوده. و میگوید که در این اندیشه بودم که چرا این انگلیس و فرانسه این همه پیشرفت کردند و ایران واپس مانده، حتی روسیه هم که از ایران خیلی پیشرفته تر بوده، پیشرفت های فرانسه و انگلیس رو نداشته. و این انگلیس و فرانسه به گفته مستشار دوله یک دلیلی باید وجود داشته باشه که اینها توانستن این همه پیشرفت کنن. او میآید و با آشنا شدن با بسیاری از نوشته های سیاسی اون زمان، از آثار مونتسکیو و دکارت و خیلی های دیگر، لاک و دیگران گرفته، و با آشنایی با
جنبش سیاسی فرانسه و اندیشه های لیبرالیزم انگلیسی کتاب کوچکی می نویسد به نام یک کلمه، که این کتاب اساساً برگرفته از جنبه هایی از قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر فرانسه است. دورانی که در فرانسه در پاریس زندگی میکنه همزمان است با رشد جنبش های نیرومند سیاسی و سرانجام قیام خونین کمون پاریس که سرکوب شد و مستشارالدوله در اون هنگام در پاریس بوده. بنابراین آشنایی زیادی با جنب و جوش های سیاسی، با جنبش های سیاسی، با اندیشه های سیاسی پیدا میکنه و بران میشود با اینکه آشنایی بسیار اندکی با آموزش های اسلامی داشته، چند کلاس بیشتر درس دینی نخونده بوده، برای اینکه این ارزش ها و اندیشه های اروپایی رو به مردم ایران ارمغان کنه، بیاید و نشان بدهد که این ارزش ها و اندیشه ها با اسلام و قرآن تضاد نداره. در حالی که یک شخصیت برجسته دیگری که در همون زمان در قفقاز میزیسته و از پایه‌گذاران اندیشه مدرن در ایران هست، همراه با مستشار دوله، یعنی فتحعلی آخوندزاده، به او تذکر میداده که این دیدگاه او نادرست است. ارزش‌های شریعت با ارزش‌های دموکراسی و لیبرالیسم همسو و همخوان نیست. ولی به هر روی او کتابی می‌نویسه به نام یک کلمه که میتوان گفت این نخستین نوشتار برجسته و در واقع یک رویداد برجسته در تاریخ مدرنیته ایران به شمار میآید. و اصلا شاید بتوان گفت که مدرنیته ایران در پیرامون این کتاب و کارهای میرزا ملکم خان و آخونزاده اصلا زاده شد. درست در این دوران، در سالهای 1865 تا 1875 اندیشه مدرنیته در ایران شکل گرفت و کتاب یک کلمه یکی از مبانی و بنیادهای اساسی اون بود. سخن مستشار دوله در کتاب یک کلمه درست نکته است که در گفتگوی امروز من هم با شماست مطرح است و این رو در اون مهمانی هم با دوستان در میان نهادم و بحثی رو آغاز کردم که امیدوارم بتوانیم این رو به جایی برسانیم. داوری مستشار دوره در این بود که بنیاد پیشرفت آینده ایران در یک کلمه نهفته شده است و اون یک کلمه قانون است. قانون، نه تنها خود قانون، بلکه برابر بودن انسان‌ها در برابر اون قانون. ما در ایران در اون هنگام به راستی قانون نداشتیم، بیشتر عرف وجود می‌داشت و دستورهای شرعی و فرمانهایی که پادشاه صادر می‌کرد که در اون زمانی که این فرمان صادر می‌شد شکل قانون به خودش می‌گرفت تا اینکه پادشاه فرمان دیگری بدهد و اون قانون رو کنار بگذارد. چیزهایی هم در جامعه وجود می داشت به نام عرف که به هر حال با شریعت در پیوند بود. بخش زیادی از آموزش های فقهی اسلامی و شیعی جنبه های عرفی داشت، دستورهای زمینی بود. بخشی از اون هم دستورهایی بود که برداشت های دینی رو برای رفتن به اون دنیا آخرت برای مردم با مردم در میان می نهادند. مستشار دوله آمد و گفت که ما یک نگاه دیگری باید به زندگی خود داشته باشیم. سخنی که هم میرزا ملکم خان در میان نهاده بود و هم آخوندزاده، و اون این است که باید نگاه کنیم به اینکه اروپا چرا پیشرفت کرده و از اونها یاد بگیریم. یعنی یک نگاه آموزش گیرنده از اروپا بود. او به درستی دریافته بود که رمز و راز و بنیاد پیشرفت اروپا در این نیست که فناوری پیشرفت پیدا کرده، دانش ها رشد پیدا کرده، حتما این هم هست، ولی این دانش ها و فناوری و توسعه اقتصادی در پرتو چیز دیگری توانسته دامنگیر جامعه همه مردم بشود و مردم رو درگیر کنه و کشورها رو پیشرفت بده، و اون حکومت قانون. از زمانی که انقلاب کبیر فرانسه روی داد و پیش از اون انقلاب استقلال آمریکا روی داد و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شد و سپس
قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه، حقوق بشر و شهروندی فرانسه فراهم شد تا به امروز مفهوم قانون و حکومت قانون در دنیا بسیار دگرگون شده، ژرف‌تر شده، برجسته‌تر شده، دارای جنبه‌های انسانی گسترده‌تری شده. در اون هنگام نظام‌های و ساختارهای پارلمانی ساختارهای جوانی بودند. تقسیم قدرت دولت به قوای سگانه یا اداره جامعه از سوی قوای سگانه تازه بود، کاری نو بود. مفهوم این که اعتبار دولت یا مشروعیت دولت از اراده ملت، از رأی ملت به وجود می آید، بر اون بنیاد شکل می گیرد، اندیشه بسیار توانایی در اون دوران در اروپا بود. اما هنوز همه مردم در این کارزار ساختن یک دولت یا انتخاب پارلمان و مجلس شرکت نداشتند و رفته رفته ژرف‌تر شد، رفته رفته گسترده‌تر شد. اروپا از دو جنگ جهانی بیرون آمد و جنگ‌های داخلی در اینجا و اونجای اروپا در گرفت و جنگ‌ها میان دولت‌ها در اروپا در درازای بیش از 100 سال از اون هنگامی که مستشار دوله در اروپا بوده تا پایان سده 20 ما شاهد اون بودیم که چه رویدادهای بزرگی در اروپا در گرفته و هر بار اروپا دموکراتیک‌تر و سربلندتر از دوره گذشته از این کارزارهای خونین بیرون آمد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از کشورهای پیشین زیر سایه اتحاد جماهیر شوروی که به اروپای شرقی نام‌آور بودند، اینها هم وارد کارزار دموکراسی و حقوق و قانون با دیگر کشورهای اروپایی شدند و بسیاری از اونها به اتحاد اروپا پیوستند و قوانین اروپایی رو پذیرفتند، نظام‌های پارلمانی رو پذیرفتند. هنوز در بسیاری از این کشورها با گرفتاری‌های روبرو هستیم. ولی راستی این است که رفته رفته موضوع حکومت قانون به یکی از برجسته ترین گفتمان های جامعه بشری تبدیل شد و داوری و باور من این است که بزرگترین دستاورد جامعه بشری که ما در پرتو اون می توانیم ایران رو هم به سوی آینده پیش ببریم حکومت قانون است. و این است که امروز و هفته آینده من به باز کردن مفهوم حکومت قانون در دنیای امروز خواهم پرداخت و این نکته‌ای رو که در گوهر اندیشه های مستشار و دوله بوده و امروز البته بسیار از اون جلوتر آمده ایم برای شما کوشش میکنم باز کنم که چرا حکومت قانون در واقع بنیاد پیشرفت است و چرا نبود حکومت قانون به مفهومی که اشاره خواهم کرد بزرگترین گرفتاری توسعه و دموکراسی و آزادی و پیشرفت در ایران است. حکومت قانون به این مفهوم نیست که باید تنها قانونی وجود داشته باشد و مسئولیت دولت اجرای اون قانون است و مردم باید این قانون چه عادلانه باشد چه غیر عادلانه باید اون رو اجرا کنند. به این معنا خب امروز هم ما در ایران قانون داریم و ظاهرا این حکومتی که به دنبال این انتخابات براستی پر از شوخی و دردناک در این حال از میان کسانی که از سرند نظارت استصوابی گذشتند به سر کار می آید، زیر سایه ولی فقیه بر پایه قوانینی که در این مجلس ها تصویب شده یا در قانون اساسی ایران هست و یا بر پایه دستور رهبر مردم رو وادار میکنن که این قوانین رو به این قوانین تسلیم باشن، بپذیرن و این قوانین رو حکومت خودشون رو هم حکومت قانون میدانن. مفهوم حکومت قانون این نیست، چون در خودکامه ترین کشورهای جهان هم ما با قانون روبرو هستیم. در دیکتاتوری ترین کشورهای جهان، حتی در یک رژیم فاشیستی مانند هیتلر قانون وجود داشته و این قانون رو مردم باید اجرا می کردن. حتی خیلی هم قانون وجود داشته. ولی مفهوم حکومت قانون
حتی در اندیشه های مستشار دوله تبریزی در این نیست که قانونی باشد و همه مردم با آن فرمان بگذارند، گردن بگذارند و از اون پیروی کنند و دولت هم این قانون رو اعمال کنه. حکومت قانون مفهوم دیگری دارد. حکومت قانون مفهوم گسترده تری از این دارد. یک بنیاد بسیار بسیار ارزشمند که من شما همیانان رو تشویق میکنم که به تارنمای اونها بروید و با کارهای اونها آشنا بشوید، بنیادی است که بنیاد جهانی جاستیس در واقع نام دارد، یا حالا نام دقیقش رو به انگلیسیش رو خواهم گفت، در کوشش میکنم در برنامه آینده به ویژه یک پیوندی رو با این تارنمای اونها در اختیار شما قرار بدم. این بنیاد برپایی انبوه دانش سیاسی بشر و اندیشه های فلسفی 200 سال گذشته و نیز آزمون دموکراسی و حکومت در کشورهای گوناگون چند پایه اساسی رو برای حکومت قانون تشخیص داده. یعنی آمده و مجموعه این دانش هایی رو که ما درباره سیاست و عدالت اجتماعی و حقوق و کشورداری و غیره در این 200 سال گذشته، 250-300 سال گذشته با اون روبرو بودیم و آزمون کردیم و برخی رو کنار نهادیم و برخی رو بهتر کردیم، اینها رو کنار هم قرار دادن و به یک دستاورد بسیار بسیار برجسته ای رسیدند. و این دستاورد و این نگاه بنیادی به مفهوم حکومت قانون آن چیزی است که به راستی کاستی اساسی جامعه ماست، چه در میان کسانی که بر کشور فرمان روایی می کنند و چه در میان مردم. یعنی این فرهنگ قانون، فرهنگ حکومت قانون در کشور ما بسیار بسیار ناتوان بوده و هست، و امروز که به ویژه این حکومت قانون به عنوان یک دستور الهی بهش نگاه می شود، یعنی رهبر عالی قدر ولی فقیه که نماینده امام ناپیدا و نماینده غیر رسمی خدا در زمین است، ایشان می توانند دستور بدهند و آن دستور قانون می شود و حتی دستور می دهند و قوانین رو می توانند دگرگون کنند یا تفسیر کنند از این قوانین. اما این مرکز که گروه بسیار زیادی از اندیشمندان، آدم های برجسته سیاسی، آدم های با پیشینه کار حقوقی با اون همکاری می کنند، توانسته این مفهوم حکومت قانون رو در یک مجموعه بسیار جالبی کنار هم بنهد و من امروز و هفته آینده اساساً پیرامون این موضوع با شما صحبت خواهم کرد که چرا حکومت قانون بزرگترین دستاورد جامعه بشری است. گفتم که به داوری من بزرگترین دستاورد بشر حکومت قانون است. اما این حکومت قانون چه مفهومی داره؟ بر پایه این داوری و اندیشه هایی که این مجموعه در واقع توانسته گردآوری کنه و همچنین کارهایی که خود من در این زمینه انجام دادم و دیگران، یعنی کار تنها من نیست، این رو خیلی ها در موردش کار کردند، ما می توانیم 4 بنیاد اساسی رو به عنوان در واقع مهمترین مبانی حکومت قانون برگشتاریم. یعنی اگر بخواهیم حکومت قانون رو در کشورمون داشته باشیم یا اگر به کشورهایی که در اون حکومت قانون وجود دارد به اونها نگاه بکنیم، 4 نکته اساسی، 4 جنبه بنیادین رو ما میتوانیم از هم جدا بکنیم و اینها به هم پیوند هم دارد. نخست این که دولت، یعنی اون گروهی که بر کشور فرمان روایی اجرایی میکنه، حکومت، دولت، هر چی میخواهید نامش رو بگذارید، و همچنین
کارکنان دولت، شخصیت های برجسته دولت، مدیران دولت، وزیران، همه کسانی که در دولت کار میکنند و همچنین همه شهروندان و نهادهای دولتی و خصوصی، همه اینها، این نکته اولی است. همه اینها، ساختار دولت، کارکنان دولت، کارمندان دولت، سران دولت، نمایندگان مجلس و انسانها در یک کشور، شهروندان و نهادهای گوناگون، از مؤسسات بازرگانی گرفته تا صنعتی و ساختارهای دولتی، همه اینها باید پاسخگو به قانون باشند. به نظر موضوع بسیار ساده‌ای می آید، ولی نگاه کنید به تاریخ کشور خود ما. از هنگامی که مشروطه در ایران شکل گرفته، پیش از مشروطه که روشن است که هیچ گونه حسابرسی در برابر قانون یا پاسخگویی در برابر قانون وجود نمی داشته، چون قانونی وجود نمی داشته. ولی از هنگام مشروطه که مجلس مشروطه شکل گرفته و قوانین تنظیم شده، در همون دوران هم می دانیم که این پاسخگویی به قانون به راستی وجود نمی داشته. آدمی که والی خراسان بوده و به جرم فروختن شهروندان بلوچ به ترکمنها دستگیر و زندانی شده بوده، در زندان وزیر کشور می شود. این در دوران آغازین مشروطه است. در دوره پس از اون هم که با نمونه های بسیار زیادی روبرو هستیم که چگونه کسانی که پیوند با خاندان حاکم دارند یا از دارایی بیشتری برخوردار هستند، اون حساب پسگویی یا اون در واقع مسئولیت رو در مورد قانون به اندازه دیگر شهروندان ندارند، از یه امتیازی برخوردار هستند. بنابراین نخستین بنیاد حکومت قانون که میتواند حکومت قانون رو حکومت قانون بکند، در این است که یکایک شهروندان، همه نهادهای کشور، همه شخصیت‌های دولت، همه و همه کارکنان دولت و غیر دولت، اینها پاسخگو به قانون هستند. هیچ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. مستشار دوره تبریزی این نکته رو در مقدمه کتابش خیلی قشنگ گفته. گفته ما قانونی میخواهیم که شاه و گدا در برابر اون یا در این قانون برابر باشن، حقوق برابر داشته باشن. دومین بنیاد حکومت قانون، حکومت قانون به مفهوم درست کلمه، دومین بنیاد در این است که قانون باید روشن، بسیار روشن، در دسترس مردم از نقطه نظر اطلاعات مخفی نمیتواند باشد. یا یک قانونی نیست که در یک گوشه نوشتند و مردم به اون دسترسی ندارند. باید به طور گسترده در میان مردم در دسترس همه قرار بگیرد. قانون باید از یک ثباتی برخوردار باشد. هر روز نمیتوان قانون را دگرگون کرد. قانون باید یک زمینه داشته باشد، ماندگار باشد و به طور برابر اعمال بشود. و همچنین ابتدایی ترین، بنیادی ترین حقوق انسانی، حقوق بشر رو، از جمله دارایی انسان ها رو ازش پاسداری بکنه. این دومین جنبه حکومت قانونه. بدون این نکته دوم، اول رو اشاره کردم، باز حکومت قانون وجود نداره. یعنی قانون باید شفاف باشه، قانون باید روشن باشه، قانون باید در دسترس همه قرار گرفته باشه و قانون باید از ابتدایی ترین، بنیادی ترین حقوق انسانی و امنیت انسانها و دارایی اونها پاسداری بکنه. به اینها به یکی که بعدها خواهم پرداخت. سومین بنیاد حکومت قانون چیست؟ سومین بنیاد حکومت قانون یا سومین پایه حکومت قانون در این چهار پایه حکومت قانون، در این است که فرایندی که قانون به اجرا در می آید یا قانون تصویب می شود، فرایندی که جامعه به این قانون دست می یابد، این فرایند باید
در دسترس همه قرار بگیره، یک نوع برابری در اون وجود داشته باشه و از یک کارایی برخوردار باشه. به این معنا که شما نمیتوانید یک گروه کوچکی رو، حتی داناترین و سالمترین انسانها رو، عادلترین انسانها رو، اینها رو در یک گوشه جمع کنید و به اینها بگویید که بدون اینکه مردم دسترسی به شما داشته باشن قوانینی بنویسید و اینها رو اجرا کنید. نه، فرایند دسترسی به قانون هم باید باز باشه، یعنی پارلمانی وجود داشته باشه که مردم بتوانند نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، این نمایندگان وارد گفتگو بشوند آزادانه بدون زور مأمور دولتی، قوانین رو تصویب بکنن. این قوانین باید از یک انصافی برخوردار باشه و به طور برابر در واقع در این فرایند مورد اجرا قرار بگیره. یعنی این فرایند اجرا و دسترسی به قانون باید از یک کارایی و یک نوع عدالتی، از یک نوع برابری، از یک نوع همسانی در حقوق مردم برخوردار باشه. شما نمیتوانید اصل اول و دوم رو، دو بنیاد اول و دوم رو داشته باشید ولی فرایند دسترسی به قانون رو غیر دموکراتیک و بدور از شهروندان اجرا بکنید. یعنی بگویید یک نفر میتواند این قانون رو بنویسد و قانون باید اجرا بشود. این گونه نیست. حکومت قانون این نیست. این نیست که خدمتتون گفتم. و چهارمین پایه حکومت قانون در این است که در حوزه حقوق و قضایی باید یک نوع برابری و یک نوع انصافی وجود داشته باشه. یعنی کسانی که در برابر قانون قرار میگیرند و حکومت اونها رو متهم میکنه به اینکه نقض قانون کردن، باید از یک نوع برابری در مقابل قانون برخوردار باشند. بررسی جرم اونها، چه این جرم دزدی از دارایی کشور است، چه این جرم نقض قانون است، چه این جرم دزدی است، چه این جرم جنایت است، همه اینها باید در یک ساختار عادلانه و مستقل خیلی مهمه این نکته مستقل، یعنی ساختاری که به جرائم و به حقوق رسیدگی میکنه، این ساختار نمیتواند همان ساختاری باشد که قانون رو مینویسه و یا ساختاری باشد که قانون رو اجرا میکنه. ساختار حقوقی قضایی جامعه باید که ساختار کارا، با انصاف و درستکار و در این حال مستقل باشه، یعنی نمایندگان مستقلی از گروه های دیگر، از گروه قانونگذار یا گروه مجری قانون که بی طرف هم باید باشند، برای رسیدگی به نقض قانون یا رسیدگی به کار افراد در زمینه قانون، هر زمینه قانون، جنایی یا غیر جنایی، یا قانون نقض قانون، حتی مثلا زمینه هایی که افراد در اجرای کارهای دولتی دچار نادرستی شدن، کار نادرستی کردن. و درست در دل همین نکته موضوع دیگری هم نهفته است. شما نمیتوانید یک ساختار حقوقی قضایی در یک جامعه داشته باشید که از امکانات مالی و از امکانات تخصصی و استقلال برخوردار نیست. شما نمیتوانید در یک کشور بودجه ارتش 100 برابر بودجه ساختار حقوقی و قضایی باشه و بگویید که در این کشور حکومت قانون وجود داره. ساختار قضایی و رسیدگی به جرائم در یک جامعه حکومت قانون باید دارای امکانات گسترده برای اینکه همه انسان‌ها رو به طور برابر در زمینه نقض قانون مورد داوری قرار بگه، از این برخوردار باشه. اینها چهار پایه اساسی و بنیادی حکومت قانون هست. در زیر این چهار پایه بندهای دیگه‌ای وجود داره که بر پایه اونها ما میتوانیم بگوییم در یک کشور حکومت قانون وجود داره. و شما اگر به همین چهار موضوع که من اشاره کردم بنگرید و بازگردید و تاریخ 110 سال گذشته ایران رو از هنگام تشکیل نخستین مجلس مشروطه تا به امروز نگاه کنید،
میبینید که جز در یک دورانهای بسیار کوتاهی ما حکومت قانون در ایران نداشتیم، عملا نداشتیم، و یکی از بزرگترین گرفتاری های زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما در همین نبودن حکومت قانونه. البته در این کارزارهای انتخاباتی کسانی آمدن و میگفتن اجرای بی تناظر قانون اساسی، این حکومت قانون نیست، قانون اساسی که از بنیاد با این چهار پاره‌ای که اشاره کردم دشمنی داره، این حقوق انسان‌ها رو اصلا برش باور نداره، به اونها یعنی اصلا به این چهار پایه برای این چهار پایه بنا نشده، اجرای بی تناظر این قانون حکومت قانون نیست. البته بهتر از عدم اجرای قانونه، ولی شما اجرای یک قانون نادلانه رو نمیتوانید حکومت قانون بخوانید. میتوانید بگویید که بله، وجود حکومتی که به هر روی تابع قانون هست بهتر از حکومتی است که هیچ بهایی به قانون نمیدهد. اما مراد و مفهوم و برداشت من از حکومت قانون نخست در این چهار پایه‌ای است که اشاره کردم و این رو در هفته آینده به درازا باز خواهم کرد. ولی برای اینکه موضوع روشن‌تر بشود، در این شاید 5-6 دقیقه پایانی زیر ساختارهای این چهار موضوع رو هم با شما در میان بگذارم. خیلی خلاصه، یکی از نخستین آثار و پیامدهای حکومت قانون و یکی از راه‌های سنجش حکومت قانون محدود بودن قدرت دولت، اینکه مردم دارای اختیار هستند و رأی می‌دهند و نمایندگان خودشون رو انتخاب می‌کنند، چه در یک پارلمان کشوری، چه در انجمن شهر، چه در انجمن روستا، چه در ساختارهای ایالتی، همه جا اینکه مردم در گزینش نمایندگان خودشون دارای بر پای اون چهار بندی که گفتم دارای حقوق آزاد و برابر و سالم هستند، یکی از پیامدهاش محدود بودن قدرت دولته. در یک کشور تابع قانون دولت با محدودیت‌های روبرو میشه، یعنی قانون مانند زنجیری دست و پای دولت رو میبنده. دولتی که دست و پای او به وسیله قانون بسته نشده مجری حکومت قانون نیست. دولتی در واقع در کانون حکومت قانون وجود داره که دست و پای این دولت با زنجیر قانون بسته شده باشه، برکاری نتواند دست بزنند و اگر میخواهد پروژه تازه‌ای رو، کار بدور از این قوانین به اجرا در بیاره، باید برود به سوی نمایندگان مردم، نمایندگان ملت، و از اونها بخواهد که قانون تازه‌ای رو برای این طرحی که در میان هست تصویب کنند. قدرت دولت محدوده، دولت نمیتواند به هر کاری دست بزنه. قانون، حکومت قانون بیش از هر چیزی نه تنها شهروندان رو در محدوده قانون حفظ نگه میداره، ولی دست و پای دولت رو برای اینکه بخواهد هر کاری بکنه میبنده. بنابراین یکی از پیامدهای این چهار پاره‌ای که گفتم محدود بودن قدرت دولت. جنبه دیگر که به ویژه در کشورهای مانند ایران و در بیشتر کشورهای واپسمانده در افریقا، آمریکای جنوبی، در آسیا، در همه جا در واقع باید گفت، در بیشتر دنیا به غیر از کشورهایی که با یک نوع دموکراسی ماندگار سر و کار دارند پا بر جا و ماندگار شده، فساد است. حکومت قانون نمیتواند با فساد زندگی بکنه. همواره در جامعه بشری ما با نمونه‌های فساد روبرو خواهیم بود. جامعه بدون فساد وجود نداره. اینجا و اونجا در کار دولتی هم دزدی میشود، در همین کشوری مانند ایالات متحده آمریکا، حتی به صورت قانونی. اما مراد از فساد این فساد گسترده و لگام گسیخته است که در کشورهایی از نیجریه گرفته تا ونزوئلا تا ایران به چشم میخوره. کشورهایی که دارایی کلان دارند از درآمد نفت و گاز و چیزهای دیگر، ولی بخش بزرگی از این دارایی تاراج میشود، که ما به ویژه در این 40 سال گذشته، در این 38 سال گذشته با یکی از فاسدترین نمونه های حکومت در
جامعه بشری روبرو بودیم، حکومت دینی که اینک به نام خدا در واقع تاراج میکنن، به نام دین تاراج میکنن. بنابراین نبودن فساد یکی دیگر از پایه‌های حکومت قانون. ولی این نکته به ویژه در زمینه اجرای قانون و تصویب قانون اهمیت داره، یعنی فساد ناپذیری فرایند قانون، فرایند تصویب قانون، فرایند دستیابی به قانون و اجرای قانون یکی دیگر از پیامدهای اون چهارپایه‌ای است که اشاره کردم. زمان چندانی ندارم، خیلی خلاصه این نکات دیگر رو مطرح میکنم. دولت باز، دولت شفاف، حقوق بنیادی انسان ها، حقوق بشر، امنیت و حکومت قانون. یعنی حکومت قانون اینجا به معنای امنیته، یعنی دستگاه پلیس، امنیت جامعه و نبودن، فقدان امنیت در جامعه با این چهارپایه ناسازگار خواهد بود. توانایی دولت برای اینکه این قوانین رو بتواند اجرا بکنه، از کسی نترسه، از حاکم محلی، از آدم دارای دارایی یا از یه آدم دیگری در گوشه دیگری از دولت بیم و هراس نداشته باشن ماموران برای اجرای قانون، و وجود سه ساختار بسیار مهم حقوقی: ساختار مدنی، ساختار حقوق جزایی و ساختارهای حقوق محلی. اینها رو من در هفته آینده همه رو برای شما باز خواهم کرد. ولی در پایان باز هم این رو بگویم، به داوری من بزرگترین دستاورد جامعه بشری حکومت قانونه و بزرگترین گرفتاری جامعه ما نبود حکومت قانونه، و این رو باید به اون بهش پرداخت و با کوشش فراوان در واقع بهش دست یافت، حکومت قانون. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.